علی مهدوی هستم، همان کننده برنامه کلستر اجوکیشن در کویته پاکستان. در سلسله جلسات امپاورمنت و مباحث مربوط به جلسات امپاورمنت، یکی از بزرگترین دستاورد از ما بود که دانش آموزای از ما در یک حلقه جهانی وصل شد به نام پیس آن ارت گیم. بعد از سالهای 2017 و 2018، دقیقاً زمانی که موجی از حملات تروریستی در کابل شروع شد و مراکز آموزشی مورد هدف قرار گرفت، دانش آموزای بسیار زیاد را، ما جوانای خیلی زیاد را قربانی دادیم. نیاز احساس شد برای از اینکه ما در یک حلقه هماهنگ جهانی برای تأمین صلح کار کنیم، تلاش کنیم و پیکار کنیم. دقیقاً در همون سالها ایده یک بازی راه اندازی شد به نام بازی صلح بر روی زمین، پیس آن ارت گیم. جنگ بود و طول مردم لاتش بود و شهر از نور به جنگ لاتش می ساخت. اون طالبا میدان بازی صلح خداشن، ما چند تنمی مرفت میدان بازی صلح خداشن. مهم نیم، بریز باش فرق نه که کی چی کار نه، مهم بریز میگه که هر کس آزاد که بازی صلح. صدایی که ما از اینجا بلند کردیم صدای یک نسل بود، صدای نسل که ایمان داشت، صدای نسل که اعتماد داشت و صدای نسل که میتونستن درک کنن که صلح یعنی چی، و او رو به یک نگاه تبدیل کردیم و بعضو استراتژی تعیین کردیم، مرحله بندی کردیم زمانه که تا 2030 ما 100 میلیون انسان را در سراسر جهان از هر رنگی که باشند جمع میکنیم که اونا بیاین مشعل صلح را در دست یک دیگر بفهمن، این مشعل را به گونه زنجیروی همراه هم دیگر روشن بکنن. و بعد دیوید گرشان، بنیانگذار امپاورمنت در جهان، این را به یک طرح بسیار منظم و زیبای تبدیل کرد، هفت مرحله و گام برش تعریف کرد تا اینکه کسایی که عضوی از این حلقه میشه در اینمی هفت گام کار کنه، تلاش کنه، پیکار کنه. What if peace on earth was actually possible? I believe that bringing the peace game to your country and hope into the lives of these young women who have suffered for so many years under the oppression of war and the dispiriting of their souls by being denied an education, I think is a milestone. ما در سلسله و در تداوم جلسات امپاورمنت افتخار از این داریم که دانش آموزان از ما شامل 8 گروه کاری که در اینجا هستند، اینا عضویت همین شبکه جهانی را حاصل کردند و همزمان و همگام با حلقاتی که در شبکه بازی صلح برای زمین کار میکنه، کارهای عملی از ما هم شروع شد. انرژی جدید بر روزمره خود پا گذاشتیم. با اشتیاق و امید دست به کار شد. فرصت با هم بودن و همدلی را به ما بدهد تا یاد کنیم از گذشته ها، از زندگانی. Peace begins with a small smile, and the first sign of peace is that very smile. It's something easily and freely gifted to people, a gift that represents the beauty of peace, delighting from the depths of their hearts. Sometimes this joyous heart can be shared with others through a very small gift. How beautiful is that? This precious gift can touch hearts in the morning. As you walk in these streets, encouraging and inspiring messages with a brightly colored balloons. افتاریزم خیلی یک چیزی خورده، ولی مهمه که ما مثلا پیام و مهر و محبت خو نسبت به شما نشان میدیم. تشکر جان، جور بده. خواهش می کنم. موفق باشین. یکی از اکشنای بازی صلح بر روی زمین این بود که ابندنس یا بخشندگی بود، که در این بخش ما خواستیم که امیر روزه زنایی که شجاعی که کار میکنن و خرج فامیل خود در میارن، خواستیم که روزه اونا را باز کنیم و دعایشان را بگیریم. در کل واقعا یکی حسی که ما با هم یک جای میشیم و با هم کار میکنیم خیلی خوب بود.
خدا شما را توفیق بال بده، خدا شما را چیز نقوالشون بلند کنند و اسکول موفق باشید میشه. وقتی که کار عملی از ما شروع شد، دانش آموزای از ما در عرصه های مختلف هر آن بخش که اونا دسترسی داشت و توان از زیر داشت که کار کنه اعلان آمادگی کردن و عملا کار خود شروع کردن. 2030 ما کار میکنیم، تشریح کنیم، بعد از او از درس های امپاورمنت شروع کنیم و ترتیب درس های خود را پیش ببریم. بازی صلح بر روی زمین یکی از اکشن های ما امی بود که ما برای افراد بی بضاعت که توانی پرداخت فیس را نداره خانواده هایشی تصمیم گرفتیم که با این با مکتب ارشاد که این مکتب بیشتر خانواده های بی بضاعت را در اینجی آموزش میده فرزندانش را و ما تصمیم گرفتیم که در اینجی باییم و با اینا صحبت کنیم. همه نظریات را قد از اینا شریک کردیم. مدیر نه تنها نظر از ما رو پذیرفت بلکه از ما افتخارم کدک و ما 14 دانش آموز را آوردیم و به صورت رایگان شامل از این مکتب کردیم. یک جماعت از دانش آموزای از ما اعضای گروه مهر اینا اعلان آمادگی کردن که ما به صورت رایگان خانمای بزرگسال کسایی که سواد آموزی درس میخونه اونا رو ما تدریس میکنیم. اینا درس خود شروع کردن در یک از مدارس که در نزدیکی کلستر استقلال است. کلستر ایژوکیشن ما درس میخوانیم و بازی صلح را انجام میتیم. بعدا ما 6 نفر تصمیم گرفتیم با همدیگر یک جای یک جلسه گرفتیم و تصمیم گرفتیم که کلاس های سواد آموزی را برای خانما را بندازیم. نظر به ضرورت که ما در جامعه کویته دیدیم ما تصمیم گرفتیم که کلاس های سواد حیاتی را برای از اینا را اندازی بکنیم و تا بتانیم که یک بخشی از مثلا یک خدمت را برای جامعه خود کرده باشیم. مدت 2.5 ماه میشه که ما کلاس ها را راه اندازی کردیم و بیشتر از 150 شاگرد داریم. امی تصمیم رو که گرفتیم بعدا ما با همگروپ های خودیم مشورت کردم و گفتم که من میروم با یکی از ملاهای مساجد گپ میزنم، شاید یکشان مثلا بیتانه که ما رو در مساجد جای بیته تا با خانوما رو جمع کنیم و برشان آموزش بدیم. اولین صنف را خودم آغاز کردم و با می دو تا مارکری که خریده بودم، یک تخته پاک و یک تخته. وقتی که استقبال مردم را دیدم، وقتی که دیدم که مادرها هر روز بیشتر و بیشتر شده میره، برای یک مدتی بیشتر از 3 هفته ما فقط هم یک تا تخته بود، ما در اون صنف دقیقا درس میدادم. بعدا که تعداد خانوما زیاد شدن، ما تخته را در بیرون کشیدم و در بیرون اینا را چاکیار میکشیدم، هر روز درس میدادم. یعنی وقتی که ما یک کار را بخواهیم آغاز کنیم هیچ محدودیتی وجود نداره. ما میتونیم از خانه های خود آموزش را شروع بکنیم. مثلا همی خانم هایی که در کوچه های ماست اونا را جمع بکنیم در خانه تدریس بکنیم و ما تشویق میکنیم اونا را که مثل ما میتونیم یک کار را انجام بدن تا بتانیم که یک جامعه آزاد، آباد و آگاه داشته باشیم. گروه های کاری را که ما داریم اکثرا 5 نفر عضو داره، 1 نفر تیم لیدر است، 4 نفر عضو. اینا به صورت داوطلب با شناختی که از همدیگه داره، مثلا دوستی هایی که داره یا شناختی که از همدیگه داره، با هم گرد میاد روی یک هدف مشترک با همدیگه کار شروع میکنه. مرحله اول و نخست از اینا تدوین یک اساسنامه است. این کار از نو به صورت منظم و سیستماتیک با تدوین یک اساسنامه شروع میشه و بعد از او گام به گام جلسات منظم داره. در جلسات منظم همگی شرکت میکنه، با اکثریت آرا یک طرح را
یا یک ایده را در نظر میگیره، او را تایید میکنه. وقتی اونا تایید همه را گرفت یا حداقل تایید اکثریت غالبی از اعضای شامل در گروه را گرفت، کار اصلا از رو شروع میکنه. یکی از کارهایی که ما امروز انجام دادیم نصب پیام‌های صلح بر روی دیوار بود که ما با این کار خواستیم که پیام صلح را به دیگران برسانیم. شاید این کار ما به ظاهر خیلی کوچک به نظر برسد، اما با این کار ما خواستیم که به مردم آگاهی بدهیم. ما نه تنها در روی دیوارها بلکه در مکتب‌ها و دیگر جاهای عمومی پیام صلح به دیگران می‌رسانیم. هر کدام ما باید برای تامین صلح، آوردن صلح در کشور خود ما باید سهم بگیریم. صلح از همینجا آغاز می شود. صلح زمان و مکان مشخص ندارد. همین که دو نفر با هم می خندند، همین که لحظات شاد بوده، شاد بودن را تجربه نموده و از زندگی لذت می برد، این که همین یک لحظه را در دفتر خاطرات خود به عنوان بهترین لحظه ثبت می نماید، صلح است. আফগানিস্তান শান্তি কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হবে। جوانیش را فدای من کرد. ما امروز توانستیم پنج پدر، یعنی پنج رئیس پنج فامیل را با بازی صلح آشنا نمودم و با خود همراه سازیم و توانستیم شاهد لبخندهای پدران جامعه خود باشیم. فوتبال طرح دانش آموزای از ماست. اعضای گروه کهکشان پیشنهاد کردن، این به عنوان یک طرح مطرح کردن. ما در سر از این کار کردیم، همزمان با از یک ما کار میکردیم، دانش آموزا هم را از ما همکاری کردن. بالاخره ما موفق شدیم که این جلسه را بندازیم، برنامه فوتبال. ما دختران گروه کهکشان کمر همت بسته ایم تا صلح و آشتی را به هر بهایی در جامعه خود بیاوریم، حتی از آن در دور دست ها و ورای ابرهای سنگین. این لحظات با همین ماندگار ما برای ابد بر روی جنگ و جدال خط بطلان می کشد. یکی از فعالیت‌های تیم کهکشان امی بخش ورزش بانوان بود که فوتبال ما را راه انداختیم، یعنی طرح از دختران گروه کهکشان بود. در کل وقتی که از در برنامه امپاورمنت که اشتراک کرده بودیم، از لحاظ روحی ما خیلی توانمند شده بودیم، اما از لحاظ جسمی ما نیاز به توانمندی داشتیم که ما به این نتیجه رسیدیم که باید بخش ورزش برای دختران نیز فعال شود.
ما چند دختر رفتیم بازی کردیم و ویدیو خود ثبت کردیم که امی ویدیوی ما باعث شد که ما بتانیم که حمایتگر پیدا کنیم و قسمی که میبینین ما خوشبختانه در این کار موفق شدیم و حالی هم به مدت یک ماه میشه که امی تمرینات ما شروع شده، استاد برای ما آوردن و دخترها تمرین میبینن. 40 دختر 30 دختر امروز اینجا یک هستن تمرین میبینن و روز در روز تعداد از ما بیشتر میشه. آشتی آشتی میوه شیرین خدا، آشتی آشتی لطف بلورین خدا، آشتی آشتی میوه شیرین خدا، آشتی آشتی لطف بلورین خدا. عضویت در پیسان ارت گیم تنها عضویت در یک حلقه کنا صرفا این بازی ها را انجام میدن است. به معنای از ایست که فرصت های بسیار زیاد را برای دانش آموزای از ما خلق میکنه. در مرحله اول آشنایی از این هاست که اینا آشنا میشه، معرفت حاصل میکنه یا حداقل وصل میشه با یک حلقه جهانی. امروز همگی از ما به صورت انفرادی و گروهی با گروه ها و با نهاد ها و با افراد از گوشه و کنار جهان وصل هستند. وقتی یک فرصت خلق میشه در جای اونا باز همراه دانش آموزا از ما شریک میکنه. در بسا موارد دانش آموزا را اونا همکاری داره، راهنمایی داره، مثلا فرصت ها را هم را از ما شریک میکنه، برای دریافت بورسیه های تحصیلی اینا را تشویق میکنه، ترغیب میکنه، راهنمایی میکنه. همگی از اونا رو ما به چشم یک فرصت میبینیم و این بزرگترین دستاورد کلاستر از ماست. Welcome to the golden age. High frequency our DNA. Anchored in our will to shine. With peace on earth our guiding light. Our initiation has begun. So close your eyes, heartbeat as one. We are one. Transformation is now. I believe that bringing the peace game to your country and hope into the lives of these young women who have suffered for so many years under the oppression of war and the dispiriting of their souls by being denied an education, I think is a milestone in your extraordinary career. And there was bombings every day and we were just beginning the peace game. I said, Aziz, peace on earth by 2030 will emerge from Afghanistan. In the dark, the light shines the most brightly.
and my deep appreciation and admiration for the remarkable courage and dedication demonstrated by all of you girls. So proud of you, and every day the whole world that is playing with us is so touched by the stories, the videos, the trailblazing that you all are doing. So just so much gratitude to the ways that you're showing up. It's a real model for the world. And anything that we can do to be of support, we're here. And so just, it's all gratitude and so many blessings. Thank you. I feel your courage. I feel your bravery. I feel the peace and the love that has taken root within you. My favorite part is when the Afghani girls talk about what their experience is with the game and how they're working at it within the community and their growing edges. I was really struck by one of the girls tonight spoke about the word faith, and I feel like another one of you spoke about love being greater than the fear. And I mean, you're just making me cry. I'm gonna hold on to that because it's inspiring me in other areas that I'm working for peace as well. So even today, talking to somebody in another country, I don't wanna get in details, but just to try to get across that same idea. You know, and it's just, it's so great to be hearing so much more than the contacts I've had with the girls in Afghanistan and with Aziz. Thank you so much. Peace on earth in one decade is held in every heart and mind, and lifted through the codes of time. Acceleration has begun. Now's our moment, live as one. Feel the rhythm of Gaia's drum. Just close your eyes, heartbeat as one. Levels of academic qualifications. They came there and with the placement test, they are categorized in different grades, A, B, C, D, E, F. And then each month they have an evaluation, which all these students are collected. وقتی دانش آموزا امپاور میشه یا حداقل عضویت این شبکه‌های جهانی رو میگیره، صرفاً یک دانش آموز نیست، حتی یک خانواده نیست. با متحول شدن یک دانش آموز، جامعه متحول میشه. یک دانش آموزی که به معنای واقعی کلمه امپاور شده، جامعه خود امپاور میکنه، جامعه خود تغییر میاره. دانش آموزا از ما وقتی ویدیوها رو ثبت میکرد، وقتی کارهای عملی خود شروع کرد، ما ویدیوهای از نو رو برای والدین از نو نشان دادیم. والدین از نو از شادی و نشاطی که دانش آموزا برش هدیه کرده بود در لباس خود نمی گنجید، خیلی خوشحال شده. برای از نو امید خلق شده، برای از نو باور خلق شده. اونا جهان خود شناخته، فرصت ها را شناخته، با چالش هایی که مواجه شده راه های مقابله و رفع این چالش ها را یاد گرفته. گاهی یک لبخند کوچک و زیبا جواب و راه حل این سوال هست. ما امروز دختران گروه موج بادی سرور گروه مهر خواستیم که نخستین روز سال 2024 را ما در جلساتی که در ابتدا داشتیم با تعداد اندک از دانش آموزا در جلسات امپاورمنت، ما دانش آموزا رو به سختی حاضر میکردیم که اونا بیاید در مقابل کمره صحبت کنه یا با مهمانان برنامه وارد صحبت شوند. امروز دانش آموزا از ما در حد رسیده، در مدت بسیار کم تغییرات بسیار بنیادین و اساسی به وجود آمده که دانش آموزا از ما بسیار زیبا، بسیار پرمحتوا و جامع حرف میزنه و بسیار با اعتماد به نفس کامل. امپاورمنت که در فارسی برش توانمند سازی میگیم،
یک هنری است که بر اساس از او ما میتونیم زندگی خود را طور شکل ببخشیم که خود ما دوست داریم. یعنی درس هایی را که استاد رویش در امپاورمنت به ما میده واقعا ما را امپاور، توانمند و امیدوار میسازه و بر ما یه انگیزه را میده که ما زندگی خود را طبق میل خود ساخته و طبق میل خود پیش ببریم. تفاوت و تغییر بسیار جدی به وجود آمده بین کسایی که اونها امپاور شده و در جلسات امپاورمنت شرکت کرده و کسایی که فرصت و شانس تا هنوز نداشته. یعنی ما به این تعبیر میگم بین از اونها فاصله و بازه از زمین تا آسمان است. دانش آموزی که امپاور شده دانش آموزی است که پویاست، متحرکه. دانش آموزی است که هدفمند شده. دانش آموزی است که آن چیزی را که اندوخته و یاد گرفته او را میتونه در تمام عرصه های زندگی خود اون را به کار ببنده. یعنی علم از علم مؤثر شده، علم شده که از اونها میتونه دانش را که یاد گرفته میتونه اونها را در بسا موارد برای حل مشکلات زندگی شخصی و اجتماعی خود را به کار ببنده. اما دانش آموزی که در جلسات امپاورمنت شرکت نکرده صرفا بحث تیوری که مسئله را دریافته، مثلا درس یاد گرفته، در جلسات شرکت کرده، مباحث نظری مربوط به درس فرا گرفته، اما در بکار بستن از اونا، در استفاده کردن از اونا، در بهره گرفتن از اونا دچار مشکل. ما در صدد یزی هستیم که فرصت بر دانش آموزای بر بخیه دانش آموزای از ما هم خلق شوه، همگی از اونا به صورت منظم در جلسات امپاورمنت شرکت کنند. با فراغت یک دور دانش آموزای از ما جلسات امپاورمنت حداقل فرصت بر از ما خلق شده، اونا تصدیق نامه دریافت کرده و اعتبار نامه دریافت کرده که بعد از این اونا به عنوان مربیان در صنف ها در سایر صنف ها تدریس کنه. بعد باز میرین گروه های مختلف با هم یک جای میکنن و یونیتی میرسن. چطور میکنن که سیمیلاریتیز و شباهت ها را در کلاستر استقلال در بازی صلح بر روی زمین در تیم‌های کاری تا هنوز 8 گروپ فعال داریم. چون نقاش بودم در بخش نقاشی با همگروپی های اعضای تیمیم همکاری کردم و اونا را یاد دادم تا اونا از این هنری که من دارم اونا بهره ببرن و همینطور هر کدامتان، خواهر، برادر، ما، هر کس، هر استعداد خاص دارند و مثلا یک فوتبالیست است، نقاش است، موزیک بلد است، با اعضای با بخشی از گروه تشکیل بتین و همراه مردم کمک کنین تا از این هنری که شما دارین اونام بهره ببرند و جامعه ما پیشرفت کنه. و من زیلا نظری هستم اگر همکاری در بین باشه انسان هر جایی هر چیزی که بخواه میرسه برش. زنده باد همکاری. ما در بازی صلح بر روی زمین پیس آن ارت گیم گروه های کاری را که تشکیل دادیم از کلاستر استقلال 8 گروه فعال داریم. هر کدام از ما در عرصه های مختلف کار کرده.